سلام و درود فراوان دارم خدمت همه هموطنان عزیزم. خیلی خوشحالم از اینکه یک بار دیگه در قالب برنامه اینفوگرام این فرصت رو به دست آوردم تا باهاتون چند کلامی رو صحبت بکنم. برنامه امروز یه مقدار شاید متفاوت باشه با برنامه هایی که در روزهای دیگر و روزهای عادی برای شما منتشر کردم که بیشتر اشاره داره به زندگی هنرمندان قدیمی کشورمون. ولی خب وقتی که اتفاقی رخ میده که یک جنبه بین المللی داره و حالا یک ربط و ضبطی هم به ایران پیدا میکنه و البته المانهایی از ادبیات، فرهنگ و هنر هم درش هست، بعد نمیبینم که راجع به اون موضوع هم برنامه هایی رو برای شما عزیزان ترتیب بدم. همونطور که اطلاع دارین در یکی دو روز اخیر بحث ترور سلمان رشدی مطرح شد. به هر حال ایشون در یک سخنرانی که در کشور امریکا برگزار می‌کردند مورد اصابت ضربات چاقو از ناحیه کبد، گردن و حالا ناحیه شکم ظاهرا قرار گرفتند. کبد ایشون آسیب دیده. اینطور که گفته میشه سلمان رشدی قدرت تکلمش رو از دست داده و به احتمال قوی یکی از چشمان او هم نابینا میشه. ولی اگر بخوایم پیشینه یک چنین اتفاقی رو بررسی بکنیم میرسیم به ایران در تاریخ 1988، یعنی در اواخر دهه 60 هجری شمسی، که به هر حال رمان آیات شیطانی رو توسط سلمان رشدی در کشور انگلستان شاهدش بودیم که منتشر میشه. این رمان یک مترجم ژاپنی هم داره که البته مترجم ژاپنی بعدها به نوعی ترور میشه و کشته میشه، ولی سلمان رشدی علارغم اینکه چندین و چند بار به جانش سوء قصد صورت گرفته بود، ولی با محافظت هایی که توسط پلیس انگلستان صورت میگیره یک شرایط محافظتی خاصی رو در سالیانی سپری میکرد و به گفته خودش به تازگی به زندگی عادی برگشته بود و اون ترس ها و نگرانی های سابق تا اندازه رفع شده بود براش که این حادثه رخ داد. اما سلمان رشدی یک فردی است با اصالتی هندی انگلیسی و این حالا به اعتبار رمانی که ایشون خلق کرده که ادیبان و حالا کارشناسای فن سبک رئالیسم جادویی رو برای این داستان سرایی که آقای سلمان رشدی داشته انتخاب کردن و او رو در اصل در این چارچوب و در این قالب قرار دادن، ما رو با چند زاویه دید متفاوت در سطوح بین المللی مواجه میکنه. خب به محض منتشر شدن این کتاب که بسیار سر و صدا هم کرده بود در میان کشورهای غربی و حتی کاندیدای جوایز ادبی بین المللی هم شده بود، خب ما شاهد این هستیم که در ایران آیت الله خمینی به عنوان رهبر انقلاب و یکی از به هر حال رهبران شاخص شیعیان در اون مقطع زمانی و با توجه به اون فرهنگ قالبی که در کشور ما وجود داشت، سنتی بودن و مذهبی بودن مردم در اون بازه زمانی و در اون تاریخ، وقتی که این فتوا صادر شد به هر حال خیلی سر و صدا کرد. روزنامه‌های داخلی پشتیبان این فتوا بودند. یک جایزه معادل 2,700,000 دلار برای قاتل سلمان رشدی توسط ایران تعیین شده بود. از سوی دیگه کشورهای غربی و رسانه‌های غربی بسیار موضع منتقدانه ای رو نسبت به چنین فتوایی داشتن و عنوان می‌کردن که به هر حال چنین فتوایی داره آزادی بیان رو مورد هجمه قرار میده. البته باید این نکته رو هم اشاره بکنم که جایزه قاتل سلمان رشدی در سال 2012 توسط کشور ما به بیش از 3,000,000 دلار افزایش پیدا کرد و خب طبیعتاً در همین یکی دو روزه روزنامه‌های به نوعی انقلابی، حزب اللهی و روزنامه‌هایی که به هر حال به نوعی حکومتی فکر می‌کنن، می‌اندیشن و قلم می‌زنن هم از قاتل که شرح کنم، از فردی که قصد ترور سلمان رشدی رو داشته به نیکی یاد کرده. اما ما باید پدیده‌ها رو فارغ از احزاب و جناح‌ها بررسی بکنیم و حتی فارغ از این که چه حکومتی چه نگاهی رو نسبت به یک پدیده داره.
اینکه آیا سلمان رشدی این اجازه رو داشته طبق کنوانسیون های بین المللی معتبر تحت نظر سازمان ملل متحد که یک رمانی رو با اون شاخصه های خاص برحال و المان های مذهبی که درش به کار رفته در جهت توهین به مقدسات مسلمان ها تولید بکنه؟ من معتقدم که خیر، این آزادی بیان نیست. آزادی بیان طبق اون تعریفی که در سازمان ملل متحد نسبت بهش هست، آزادی است محدود به رعایت ادب و احترام و نزاکت نسبت به رنگ ها، قوم ها، نژاد ها، زبان ها، مذاهب مختلف، و در چنین چارچوب و در چنین محدوده‌ای شما اجازه دارید که آزادی بیان داشته باشید. شما تصور بکنید که من نوعی بیام و به خانواده شما توهین بکنم، به پدر شما نسبت ناروایی بدم، به مادر شما نسبت ناروایی بدم، خب طبیعتاً شما سکوت نمی‌کنید یا با یک لبخند از کنار من عبور نمی‌کنید به این معنی که خب حالا من الان آزادی بیان رو پاس داشتم. قطعاً برخورد می‌کنید، چون توهین ارتباطی به آزادی بیان نداره. آزادی بیان محدود و مشروط به رعایت حال و اوضاع دیگران هست. حتی شما اگر به آثار اندیشمندان و فلاسفه غرب در دوره اومانیسم رجوع بکنید، در اروپای صنعتی شده رجوع بکنید، به افکار و عقاید شخصیت‌ها و فلاسفه میرسید مثل جان لاک، مثل ژان ژاک روسو، که اینها قرارداد اجتماعی رو وضع کردن و در قالب اون قرارداد اجتماعی گفتن که فرد از آزادی‌های خودش میگذره یا به تعبیری آزادی‌های خودش رو محدود می‌کنه به نفع آزادی جامعه و جمع. و میبینیم که چنین نگرش هایی حتی در بین فلاسفه غرب هم وجود داره. یعنی یک جایی هستش که شما یک حد و مرزی براتون ترسیم میشه و نمیتونید از اون حد و مرز خارج بشید. فرقی هم نمیکنه چه دیدگاهی دارید، چه عقیده‌ای دارید، مسلمان هستید، مسیحی هستید، گاوپرست هستید، لایک هستید، شما در هر ایده و عقیده‌ای که به سر میبرید باید در برابر توهین و اهانت نسبت به عقاید دیگران به هر حال مقاومت بکنید. خیلی از اتفاقا داره در جامعه امروز میفته. برای مثال خب شاید راجع به بحث حجاب بانوان صحبت میشه و اجبارها و محدودیتهایی که برای برخی از خانمها که دلشون نمیخواد این گونه پوشش داشته باشند رو ایجاد کردن. بله، این هم شاید قابل نقد باشه و بشه ساعت‌ها راجبش بحث و جدل کرد، بررسی کرد و سیستم رو به واسطه چنین محدودیتی که خلاف خواست حداقل بخش زیادی از بانوان ایران هست مورد نقد قرار داد. اما این به این معنی نیستش که اگر یک جایی یک خطایی داره صورت میگیره، حتی اگر یک ایدئولوژی یا افرادی که خودشون رو متصل به یک ایدئولوژی میکنن دارن یک خطایی رو انجام میدن، شما این اجازه رو داشته باشه که به اون ایدئولوژی توهین بکنی. قاعدتا در همه ادیان ما از آزادی انتخاب صحبت میکنیم، از اینکه انسان مختار آفریده شده و راه درستی و نادرستی هم از همدیگه تمیز و تشخیص داده شده در قالب آموزه های قرآنی، در قالب آموزه های مسیح، در قالب آموزه های حضرت موسی و حتی سایر ادیان و آیین هایی که حالا شاید ابراهیمی هم نباشن ولی به هر حال جنبه های اجتماعی و مسلحانه رو داشتن، ما در همه اینها میبینیم از آزادی انتخاب صحبت شده. پس بنابراین اگر یک فرقه، یک گروهی، یک مکتبی که خودش رو متصل به یک ایدئولوژی میدونه نظر محدود کننده ای داره، به این معنی نیستش که اون ایدئولوژی منظور نظرش اینه. اگر استالین و لنین در قالب اندیشه های مارکسیستی آمدند و مردم جامعه خودشون رو به فلاکت انداختن، به این معنی نیستش که الزاماً مارکس نظرات درستی نداشته. شاید در پیاده کردن اون نظریات اون افرادی که داشتن این نظریات رو در اون جامعه پیاده می کردن دوچار خلط مبحث شده باشن، عقیده خودشون رو هم در قالب برخی از اون تفکرات جا داده باشن و
یا اینکه اصلا صرفا سوء استفاده کرده باشن از نام مارکس و اندیشه های او. و باید پس بنابراین ما مطالعه خودمون رو نسبت به هر پدیده ای افزایش بدیم. پس اینجا میرسیم به این نکته که آیا رمان آقای سلمان رشدی توهین به مقدسات مسلمانان محسوب میشده یا خیر؟ از نگاه بنده بله، این توهین به مقدسات بوده، حتی اگر ایشون دور کره زمین بچرخه و برای خودش بخواد دلایلی به تراشه که نه اینگونه نبوده و من قصد توهین نداشته. حالا اینکه ایشون قصد توهین نداشته یا خیر یه بحثه، ولی به هر حال این توهین بوده به مقدسات مسلمانان و این اصلا ارتباطی به آزادی بیان نداره. این نکته رو میخوام در نظر بگیرید. اما آیا این که به هر حال چنین فردی باید کشته بشه یا به این صورت باید ترور بشه یا نه، من در جایگاه فقاهتی قضیه قرار ندارم، ولی من احساس میکنم که ما وقتی که به عنوان یک رهبر سیاسی، به عنوان یک ساختار سیاسی مطرح میشیم، باید در درجه اول منافع مردم خودمون رو در نظر بگیریم. آیا در دوره‌ای که ما تحت تحریم قرار گرفتیم و حالا مذاکرات هم داره در یک شرایط بسیار سختی دنبال میشه و هر کدوم از طرفین کمترین انعطاف رو دارن به خرج میدن برای اینکه به یک توافق نهایی برسن، و حالا ما بخوایم دست به اقداماتی بزنیم یا اقدامات تروریستی رو حالا به هر شکلی مورد تایید قرار بدیم، من احساس میکنم که کار رو برای مردم خودمون سخت کردیم. از این جهت میشه به هر حال این پدیده رو نقد کرد که آیا اینکه در چنین زمانی، در این برهه زمانی، ترور یک همچین شخصی میتونه کار درستی باشه، حتی اگر ما در نظر بگیریم، حتی اون نگاه ایدئولوژیکی رو هم در نظر بگیریم که بله ایشون مرتده، ایشون کافره، ایشون صاب النبی کرده یا هر اتفاق دیگری، آیا الان موقع مناسبی هست برای انتقام گیری در شرایطی که مردم ما در شرایط سختی به سر میبرن؟ گرچه به هر حال اون فرد ارتباط مشخصی که با ایران نداره، آره شاید حمایت‌هایی رو میگن در فضای مجازی از برخی نهادها کرده باشه، ولی به این معنی نیستش که حالا الزاماً ایران این فرد رو فرستاده باشه برای چنین اقدامی. همچنان هم فکر میکنم که چنین موضوعی در پلیس FBI هم تایید نشده. اما یه ریشه یابی دیگه هم میشه کرد. اصلا ریشه شیعه گریزی و شیعه ستیزی در اروپا و به ویژه در کشورهای عربی از کجا آغاز میشه؟ ببینید، اگر شما همین کتاب دو قرن سکوت آقای دکتر زرینکوب رو مورد مطالعه قرار بدین، که متاسفانه من دیدم خیلی ها ازش بهش استناد میکنن و سعی میکنن ازش سند بیارن، اما حتی یک خط از این کتاب رو هم مطالعه نکرد، پیشنهاد بکنم این کتاب رو مطالعه بکنید تا ببینید دلیل شکلگیری شیعه در ایران چه بوده. ببینید در دوره‌ای که به هر حال عمر به عنوان خلیفه دوم مسلمین انتخاب شد و لشکرکشی که به ایران داشت، و قطعا شاهد این موضوع خود تاریخ هست که میگه بسیاری از ایرانی‌ها بدون مقاومت پیوستن به سپاه اعراب مسلمان، چون اعراب به خودی خود واقعا واجد شرایط برای تسخیر ایران نبودن. بنابراین در چنین دوره‌ای ایرانی ها آمادگی پذیرش یک آیین تازه رو داشتن، به دلیل اینکه به هر حال به قدری موبدان زرتشتی، روحانیون زرتشتی به اونها ضرر و زیان وارد کرده بودند، و به دلیل اینکه مردم میدونستن که تأثیر و نفوذ موبدان روی دربار ساسانی چقدر زیاده، دچار دینگوریزی شده بودن و از مزدک و مانی، همونطور که خدمتون عرض کردم، تا ادیان و اندیشه های دیگر رو میپذیرفتن فقط به دلیل اینکه انزجار و تنفرشون رو از ساختار حاکم نشون بدن. و به هر حال اسلام به عنوان یک ایدئولوژی تازه نفس جدید خودش رو به مرزهای جغرافیایی ایران رسونده بود، ضمن اینکه از برابری و برادری صحبت می کرد، از رفع تبعیض بین انسان‌ها صحبت می کرد، و خب این
بیانیه نوظهور خیلی جا باز کرده بود در دل ایرانی ها، تا جایی که به یک بخشی از مردم دیلمان که اینها بعدها علوی شدن و من حالا توضیح میدم که علوی شدن به چه معناست، اینها حتی به کمک سپاه عرب اومدن و در تسخیر بخش‌های مختلف ایران نقش بسزایی رو ایفا کردن. اما از یک دوره‌ای به بعد، یعنی از دوره حضور امویان در صدر خلافت اسلامی، ما شاهد یک تبعیض نژادی و بازگشت به عقب بودیم. یعنی بسیاری از فرمان روایان یا به نوعی والیها و حاکمانی که توسط معاویه و یزید انتخاب شده بودن، اینها از همون تعصبات اعراب جاهلیت برخوردار بودن، تعصبات نژادی داشتن و به شکل بسیار عمدتر میشه گفتش که در دوران اموی اصولا اجازه نمیدادن که ایرانی ها بخوان در صدر بخش های حاکمیتی نقش آفرینی بکنن، ضمن اینکه حتی به قدری نجات پرستی در بین عرب اموی زیاد شده بود که حتی ازدواج یک مرد عرب با یک زن ایرانی رو نمیپذیرفتن و اون مرد رو وادار میکردن بر اینکه این زن رو طلاق بده و اون محکوم میشد به اینکه شلاق بخوره. حتی بسیاری از غیر عرب ها رو که اکثریتشون ایرانی بودن رو موالی مینامیدند و موالی ها رو حتی به اونها اجازه سوار شدن به اسب نمیدادند. در چنین شرایطی وقتی که مختار به نوعی قیام کرد و به خونخواهی امام حسین سعی کرد که یک لشکری رو جمع کنه و افرادی که در جنگ علیه امام حسین حضور داشتند رو به قتل برسونه، بسیاری از ایرانی ها هم مشتاقانه آمدند و پیوستند، چرا که اونها با امویان خیلی مشکل داشتن، معترض بودن به اون شیوه حکومت داری و اون شیوه برخوردی که داره با اینها میشه، از اون تبعیض نژادی به تنگ اومده بودن و در چنین شرایطی ما شاهد این هستیم که بسیاری از ایرانی ها متمایل شده بودن به خاندان پیامبر و اهل بیت که اونها رو علوی مینامیدند و خب همونطور که عرض کردم خیلی از اهالی دیلمان هم که در شمال ایران ساکن بودن آمدند و به کمک مختار و همینطور در جهت مبارزه با امویان اقدامات زیادی رو سعی کردن که انجام بدن. بنابراین این که گفته میشه محرم و عزاداری برای سید الشهدا محدود شده به دوره صفویه، میخوام بهتون بگم اینطور نیست. ایرانی ها هر چند که سنی مذهب بودند ولی علوی بودند، یعنی خاندان عصمت و طهارت رو دوست میداشتند، براشون احترام قائل بودند. نمونه این رو حتی شما میتونید در شخصیت شعرای قدیمی ما هم ببینید. برای مثال فردوسی معتزلی مذهب بود که معتزلی ها به هر حال اندیشه ها و افکارشون خیلی به تشیع نزدیکه. حافظ و سعدی با وجود اینکه اینها سنی مذهب بودن اشعاری دارن در به هر حال تمجید از مقام ائمه. مولانا با اینکه سنی مذهب بود اشعار زیادی رو در به هر حال میشه گفتش که تعریف و تمجید از حضرت علی داره و در اصل میشه گفتش که ایرانی ها خاندان عصمت و طهارت رو دوست میداشتن. ولی حالا اعراب یا به عبارت بهتر وهابیت از کجا آمد و چرا با تشیع به جنگ برخاست؟ وهابیت متوجه این موضوع شده بود که اونها به لحاظ ساز و کار نظامی شاید قابلیت حمله به پایگاه های ببخشید خاموش شد یه لحظه بله، اونها به لحاظ سازوکار نظامی شاید این قابلیت رو نداشته باشن که بخوان در برابر کشورهای شیعی اقدام نظامی انجام بدن. به همین روی اومدن و به سراغ تأسیس یک سری تلویزیون در شهر مدینه همت گماردن، شبکه‌های بسیار به لحاظ کیفیت و تکنیک و فن
مجهزی رو تأسیس کردن، شبکه کلمه بود و شبکه های وصال حق بود اگر اشتباه نکنم، شبکه های از این دست، و به زبان فارسی اومدن برای مردم ایران یک سری تولید محتوا داشتن که در این تولید محتوا سعی میکردن اندیشه های خودشون رو ترغیب بکنن و شیعیان رو رافضی مینامیدن، یعنی حالا به نوعی شیعیان رو مرتد و از خارج شده از دین اونها مینامیدن و معتقد بودن که با بدعت گذاری هایی که تشیع انجام داده باعث شده که ما از اصل دین جدا بشیم. این در حالی بود که به هر حال محمد عبدالوهاب خودش بدعت گذار بود و سعی کرده بود یک فرقه رو در حدود 500-600 سال قبل از بین به هر حال فرق اهل تسنن ایجاد بکنه و اون دشمن تراشی بود، یعنی به هر حال شافعی ها با وجود سنی بودنشون فرقه هستن که نزدیک هستن به تشیع، ولی اون به دنبال این بود که این فاصله و این شکاف رو بین تشیع و اهل تسنن بیش از پیش زیاد بکنه. از جانب دیگه کشورهای اروپایی و به ویژه امریکا هم مزید بر علت شده بودن و دلشون میخواستش که دین رو از جامعه ایران تهی بکنن. جامعه‌ای که دین نداشته باشه، مهم نیست چه دینی، حالا من اینجا بحثم این نیستش که حتما مسلمان باشه یا مسیحی، جامعه‌ای که دین نداشته باشه اخلاقیات در نازل‌ترین سطح پایین میاد در اون جامعه. شاید بپرسید که خب مگه الان اروپایی‌ها نیستن؟ شما در کشورهای انگلیس و آمریکا شاهد این هستید که با وجود اینکه مردم آزادی عمل دارن که هر کاری دلشون میخواد بکنن، هر اعتقادی رو که دلشون میخواد داشته باشن، میبینید که بسیاری از خانواده‌ها به سنت‌ها، فرهنگ‌ها و حتی عقاید مذهبیشون خیلی پایبندن. یک شنبه ها رو فراموش نمی کنن برای اینکه به کلیسا برن. در بسیاری از کشورهای اروپایی پیشرفته ما شاهد این سنت ها هستیم، این رعایت شعائر مذهبی هستیم. مهم نیستش که همونطور که عرض کردم مسلمانی یا مسیحی یا کلیمی، ولی نگاه بکنید اونها تصورشون این بود که با برای اونها شیعه و سنی اصلا اهمیت نداشت که تو ایران کدوم اینا قرار حاکم باشه. اونها فقط به دنبال ایجاد شبهه بودن برای اینکه مردم ایران که اکثریت قریب به اتفاقشون شیعه هستن، اینها از دین فاصله بگیرن. و البته ساختار حاکم هم خیلی به این دین گریزی کمک کرد، چرا که به هر حال ساختار حاکم خودش رو منبعث از افکار اسلامی و منبعث از منویات اهل بیت میدونست و خب نتیجه عمل رو وقتی مردم میدیدن متوجه میشدن که فاصله زیاده بین اون حرفا و این عمل. و این وسط هم یک سری رسانه های فارسی زبان که حالا بخششون در عربستان سعودی فعالیت میکردن، بخششون با بودجه های عربستان سعودی در انگلستان و سایر کشورها فعال بودن، اینها به دنبال این بودن که آرام آرام دین رو کمرنگ بکنن در جامعه ما. و الان شما شاهد این هستید که در جامعه ایران بد اخلاقی بیداد میکنه، بد فرهنگی بیداد میکنه، به خاطر که مردم ما دین گریز شدن، چون نه دینداریشون بر اساس مطالعه و تحقیق بود و نه دین گریزیشون بر اساس مطالعه و تحقیق. عمده مردم ما بر اساس یک عقده گشایی سیاسی نسبت به حاکمیت دینگوریز شدن، در صورتی که اونها نه با اعتقاد به سمت اسلام آمده بودن، اصطلاحا هم میگن اسلام شناسنامه‌ای بعضیا دارن، نه با اعتقاد و با تحقیق از اسلام خارج میشن. و اینه که ما جامعه ما رو داره میگزه و از بین میبره. و الان شما نگاه میکنید شبکه هایی که در انگلستان، شبکه های فارسی زبانی که در انگلستان فعالیت میکنن، شبکه وایس آف امریکا در امریکا، چرا اینها نسبت به مذهب یهودیت در اسرائیل واکنش منفی نشون نمیدن؟ اگه از نگاه اینها مذهبی بودن، قشریگری، تحجره، من فکر نمیکنم ما متحجرانه تر از آنچه که در
دین یهود امروز وجود داره، یعنی اون چیزی که الان ساخته و پرداخته شده با وجود تحریف هایی که صورت گرفته و نمیدونم مسائلی از این دست. مگه متحجرانه تر از اون فرهنگ در امروز جهان وجود داره؟ پس چرا نسبت به اونها نگاه منفی ندارن؟ چرا نسبت به سیاست مداران اون جامعه و اون کشورها اینها نگاه منفی ندارن؟ اگه قرار هستش که شما نسبت به یک آموزه مذهبی انتقاد داشته باشید، ایرادی نداره بیاید بگید که آقا ما بر اساس این مطالعاتی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم. خب شما در نظر بگیرید یک آقایی در شبکه ایران اینترنشنال که به هر حال بودجه‌ش رو عربستان و سعودی تا اندازه‌ای داره تأمین میکنه و البته کشورهای دیگر هم سهیم هستن، آمده از مؤسسه تحقیقاتی آقای تونی بلر، یعنی میخوام بهتون بگم ببینید چقدر قضیه خنده‌دار شده، از مؤسسه تحقیقاتی آقای تونی بلر نخست وزیر سابق انگلستان، ایشون اومده در ارتباط با بحث مهدویت تحقیق و پژوهش کرده و پژوهشش رو هم در قالب یک مصاحبه تلویزیونی با آقای پوریا زراعتی در شبکه ایران اینترنشنال منتشر کرد. نتیجه تحقیقات ایشون این هستش که فرودگاه امام خمینی رو در لوکیشنی ساختن که بعد از اینکه حضرت مهدی ظهور میکنه بتونه از جمکران تا فرودگاه فاصله کوتاه باشه و ایشون بتونه از فرودگاه استفاده بکنه، در صورتی که در تمام کتب روایی شیعه این موضوع هستش که امام زمان از عربستان و از حجاز و از مکه ظهور میکنه. حالا من اصلا کاری ندارم که قبول داره، کی میگه دروغه، کی میگه جهله، کی میگه واقعیته، اعتقادات هر کسی برای خودش، من دارم اون چیزی که بیان شده رو میگم. یعنی دوست محقق ما انقدر به خودش فشار نیاورده که بره 4 این کتب روایی رو بخونه و متوجه بشه که اصلا این مهملات و این مزخرفاتی که ایشون داره بر اساس تحقیقات خودش بیان میکنه اینها حتی در کتب روایی هم نیامده. بنابراین این که یک مثلا امام جمعه در یک روستایی یه حرفی رو بزنه که این که حجت شرعی پیدا نمیکنه برای کسی، و متاسفانه امروز میبینید که آنچه که از اسلام اینها باقی گذاشتن ارجاع دادن و استناد دادن به یک سری روحانی که اصلا اینا جایگاه و پایگاهی هم ممکنه حتی در حوزه علمی هم نداشته باشن. بنابراین من معتقدم که اگر قراره که هر تصمیمی، هر ایده و عقیده‌ای رو بپذیریم، هر تصمیمی رو بگیریم، باید بر اساس مطالعات و تحقیقات خودمون باشه، نه شنیده‌های این شبکه‌های تلویزیونی. اما نکته چیه؟ نکته اینه که اینها به دنبال اهداف سیاسیشون هستن و به گفته آقای مهدی فلاحتی در همین برنامه اخیرشون که تا زمانی که مذهب هست و اسمی از اهل بیت میاد و مردم عزاداری محرم رو میگیرن و اینا، به اهداف سیاسی که مد نظر ما هست نمیتونیم برسیم. حالا مد نظر آقای مهدی فلاحتی شاید این باشه که این ساختار سقوط کنه، یه ساختار دیگه جاش بیاد. مگه محرم رو جمهوری اسلامی ایجاد کرده؟ مگه در زمان شاه محرم نبوده؟ مگه خود شاه در مراسم محرم شرکت نمیکرده؟ پس بنابراین شما به دنبال چیز دیگری هستید، شما به دنبال این هستید که جامعه رو به قدری دوچار افلاس بکنید تا کشورهایی که منافعشون در خاورمیانه و از قبل حضور در ایران تأمین میشه به نون و نوایی برسن. هیچ کشوری هم در دنیا نمیاد به شما بودجه رایگان بده که تو رو به آزادی برسونه یا تو پس فردا انقلاب کنی یا یه حکومت آزادانه‌ای رو در کشور خودت تأسیس بکنی. همه کشورها در دنیا منافع ملی خودشون رو میبینن و مستند و منطبق با اون منافع ممکنه هزینه هایی رو هم بکنن. بنابراین این که آقا ما داریم راجع به حقیقت صحبت میکنیم، ما حق طلبیم، ما عدالت طلبیم، ما آزادی خواهیم، نمیدونم ما به دنبال آزادی ایران هستیم، با این رسانه هایی که بودجهشو داره یک کشور دیگه تامین میکنه، هیچ احدی به آزادی نمیرسه، حتی اگر این ایده ها موفقیت آمیز به پایان خودش برسه.
پس بنابراین مردم گول نخورید. اگر عقیده ای دارید نترسید از اینکه حالا که دیگران دارن به سمت عقیده دیگه ای میرن، یا این عقیده رو باطل میدونن، یا دو تا شبکه اومدن خبر زدن راجع به اینکه دو تا آخوند یه حرف غیر عقلانی رو زدن، پس ما بیایم مثلا اسلام رو ببوسیم بزنیم کنار. شما بشینید مطالعه کنید، بشینید همین نهج البلاغه رو بخونید، ببینید که 1000 خورده سال قبل چه مطالبی بیان شده و اون مطالبی که بیان شده چقدرش غلطه، چقدرش نادرسته. این که وقتی حضرت علی برای مالک اشتر در حکمش رو که می نویسه میگه که نکنه بین تو و مردم عادی مانع و رادهی باشه، نکنه بین شما شرطهی باشه، نکنه مردم لکنت زبان بگیرن که بیان نقد خودشون، انتقاد خودشون رو به تو بیان بکنن، این حرف کجاش بده؟ کجای این حرف خلاف آزادیه؟ کجای این حرف غیر انسانی و غیر اخلاقیه؟ و حالا اگر امروزه در جامعهمون ما یه همچین چیزی رو نمیبینیم، مشکل حضرت علی نیست، مشکل اون جامعه است و اون افرادی که خودشون رو سنجاق کردن به ایدئولوژی ولی شاید بهره‌ای از اون ایدئولوژی نبردن. بنابراین نگاهی که امروز داری میشه و حتی اخباری که اخیراً منتشر شده این هستش که مسلمانان رو در برابر سلمان رشدی قرار میدن، در صورتی که سلمان رشدی مقابل مسلمان ها قرار گرفت. این یه نکته. نکته بعدی این هستش که آیا من نوعی تایید میکنم که هر کسی یه شمشیر، یه نیزه، یه تفنگ دستش بگیره بره تو خیابون افرادی که حالا مخالفش هستن رو بکشه؟ نه، من تایید نمیکنم. من معتقدم که اگر هم قرار محاکمه ای صورت بگیره، یک دادگاهی باید شکل بگیره، اون فرد رو در دادگاه بیارن محاکمه بشه، مطابق با جرمی که انجام داده به هر حال محکومیت خودش رو هم تحمل بکن. من خلاف قانون عمل کردن رو در هیچ شکل ممکنش نمیپذیرم، حالا میخواد از سوی هر کسی این اتفاق بیفته. الان هم دنیا تغییر کرده و همونطور که عرض کردم ساختاری که در حال حاضر در کشور ما حکومت میکنه باید منافع ملت ایران رو در درجه اول و در اولویت خودش ببینه و بعد بخواد موزگیری داشته باشه نسبت به پدیده هایی که داره در جهان اطراف رخ میده. همین موزگیری چقدر میتونه ما رو در مذاکرات عقب بندازه، چقدر میتونه منافع ملی ما رو با مخاطره مواجه بکنه. این نکاتی بود که دلم میخواست راجع به این اتفاق بگم. مردم متاسفانه نه شبکه های فارسی زبان خارج از کشور به فکر ما هستن، هم نمیتونن هم باشن چون بودجهشون رو که ما نمیدیم. این یه نکته. و مسئله بعدی اینه که ما در داخل هم متاسفانه با مشکلات زیادی مواجه هستیم. یعنی سیستم رسانه‌ای فشلی که ما در داخل کشور داریم باعث شده که ما رسانمون خیلی عقب بیفته، تاثیرگذاری خودش رو کاملا از دست داده، اعتماد مردم به صدا و سیما از بین رفته. و یکی از دلایلی که مردم پناه میبرن به این شبکه های به هر حال فرقه‌ای همین موضوع، یعنی چون برنامه جالبی توی تلویزیون تولید نمیشه که مردم بخوان بشینن، یا تجربه ثابت کرده که اخباری که داره منتشر میشه خیلی همگام و همسو با حقیقت نیست. رسانه های دیگه هم ممکنه همه حقیقت رو بیان نکنن، ولی اونها چون حرفه‌ای محتوای مورد نظرشون رو منتشر میکنن میتونن تأثیرگذاری بیشتری روی مخاطب پیدا بکنن و به هر حال به واسطه اون آزادی هایی که در انتشار محتوا دارن و به هر حال دست و بالشون اصلا بسته نیست در تولید و ساخت برنامه های متنوع، در پوشش، در استفاده از نیروهای مستعد و همه اینها باعث شده که بتونن تاثیرگذاری بیشتری رو روی مخاطبان به ویژه نسل جوان داشته باشن. و متاسفانه ما شاهد این هستیم که همه این ناکارآمدی ها، بیمسئولیتی ها و بیکفایتی ها نهایتاً ضربش رو به منافع ملت ما داره میزنه. خب خیلی مزاحم وقتتون نشم، دلم میخواست که راجع به موضوع صحبت کنم. میدونم که این موضوع محل مناقشه است، خیلی ها ممکنه بیان به من فحش بدن، خیلی ها ممکنه ازم تعریف بکنن، ولی من حقیقت ماجرا این بود که اون یافته های ذهنی خودم، اون داشته های ذهنی خودم رو که
حالا در کنار یه سری مطالعه و تحقیق در طی سالیان گذشته بهش رسیده بودم رو بیان میکنم. امیدوارم که ما واقع نگر باشیم و اونطور که شایسته و بایسته هست مسائل رو ببینیم. نگاه قشری و طایفه‌ای و فرقه‌ای و جناحی چه توسط فوکل کرواتیا باشه چه توسط امامه به سرها فرقی نمی‌کنه، در نهایت محکوم به فنا خواهد بود. واقع نگر باشید و واقع نگر بمونید. خدا نگهدارتون.